در دهه گذشته با انقلاباتی روبرو بوده ایم که هر کدام ویژگی خاصی داشتند و با روش خاص خود به پیروزی رسیدند و مواردی هم متاسفانه با تمام مبارزات و مایه‌گذاری های مردم انقلاباتی بودند که به هدف نرسیدند و یا به هدف مطلوب دست پیدا نکردند. سال 2004 جهان با مفهومی به نام انقلاب نارنجی در اوکراین روبرو شد. انقلاب نارنجی چه بود؟ انقلاب نارنجی در انتخابات نوامبر 2004 آغاز شد و در 2005 با مجموعی از راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها و اعتصاب‌ها و نافرمانی‌های مدنی در اوکراین به ثمر نشست. علل اصلی انقلاب اوکراین فسادهای گسترده مالی، ارعاب و تهدید رأی دهندگان و تقلب مستقیم در انتخابات عنوان شد. اساس این انقلاب بر تحصن و نافرمانی مدنی بود و کیف، پایتخت اوکراین، کانون اعتراضات بود. اعتراضاتی که هزاران تظاهر کننده در آن شرکت داشتند. جرقه انقلاب در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 2004 ویکتور یوشچنکو کاندیدای اپوزیسیون مسموم شد. انگشت اتهام بلافاصله به سمت رقیبش ویکتور یانوکوویچ نشانه رفت. این موضوع جرقه اعتراضاتی را زد که نام انقلاب نارنجی به خود گرفت. رنگ نارنجی رنگی بود که اپوزیسیون در گرد همایی خودش از آن استفاده میکرد. این اعتراضات بعد از 60 روز نتیجه داد و پارلمان این کشور نتیجه انتخابات که برنده آن ویکتور یانوویچ بود را ملغا و مخدوش اعلام کرد. بعد از آن انتخابات مجدد زیر نظارت موشکافانه ناظران داخلی و بین‌المللی انجام شد که برنده آن با کسب 52% آرا کاندیدای اپوزیسیون ویکتور یوشچنکو بود. مقایسه بین شرایط اوکراین و ایران. در نظام سیاسی اوکراین مقامی معادل ولایت فقیه که مادام العمر همه کاره مملکت باشد وجود نداشت. دولت اوکراین با اعتراضات برخورد خشن نمی کرد. صحنه‌های درگیری پلیس اوکراین و تظاهر کنندگان به وضوح نشان می دهد سقف سرکوب کیفاً بسیار پایین تر از سرکوب حکومت آخوندی بود. در اوکراین اپوزیسیون واقعی حکومت امکان شرکت در انتخابات و ارائه کاندیدا داشت و مانند ایران شرط التزام عملی و قلبی به ولایت فقیه برای حضور در انتخابات وجود نداشت. پارلمان متشکل از نمایندگان واقعی مردم بود تا آنجا که همین پارلمان رأی بر مخدوش بودن انتخابات داد و آن را ملغا کرد و مانند مجلس جمهوری اسلامی مجمع پاسداران و اطلاعاتی ها و عناصر امنیتی حکومت نبود. حکومت اوکراین یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل را پذیرفت و نتیجه آن را هم قبول کرد. این امر در نظام ولایت فقیه امری محال است. نتیجه گیری با مطالعه این مدل خاص تغییر قدرت در اوکراین می توان به راحتی نتیجه گرفت که این مدل الگویی برای جامعه ما نمی تواند باشد و تبلیغ این مدل تغییر حاکمیت برای ایران سرابی بیش نیست.